یه لحظه بهش فکر کنین. همین 10 سال پیش گوشی‌ها حد اکثر یه دوربین 5 مگاپیکسلی، یه صفحه نمایش کیفیت پایین و یه اینترنت نسل سوم داشتن. اون موقع به نظرتون باور نکردنی بود، اما الان با توجه به چیزایی که امروز داریم همه اونا یه چیز قدیمی به نظر میان. پس فکر کنین 10 سال دیگه چه گوشی‌های فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت. خیلی خوب، بیاین ببینیم. سر کار یه روز سخت داشتین، حوصله آشپزی ندارین، پس تصمیم میگیرین از بیرون سفارش بدین. در حالی که دارین با تاکسی بدون راننده میرین خونه، گوشیتونو در میارین. گوشی شما با مدل استاندارد سال 2020 یه شباهتایی داره، باریکه و صفحه بزرگی داره، اما تا بهش نگاه میکنین سنسور داخلیش با 2 دوربین مخفی 36 مگاپیکسلی جهت چشمای شما رو شناسایی میکنه و قفل گوشی رو باز میکنه. گوشیتون همینطور کاملا شفافه، دستتون به طور واضح زیر بدنه گوشی دیده میشه. با این حال تمام نمادها و نشونه های لازم رو نشون میده، تماسها، آب و هوا، ساعت، پیامها و غیره. شما غذاتون رو از رستوران نزدیک و مورد علاقتون سفارش میدین و غذا 10 دقیقه بعد میرسه. نه تنها میتونین حرکت پیکر روی نقشه ببینین، بلکه میتونین خودشون رو با دوربین کار گذاشته شده روی موتورشون ببینین. یه وقت از غذاتون سیب زمینی ندزدن. از تاکسی میپرسین چند دقیقه دیگه میرسیم. صدای دلنشین هوش مصنوعی جواب میده: فقط 5 دقیقه مانده. تصمیم میگیریم برای گذروندن وقتتون با گوشی بازی کنین. گوشیتون رو مثل یه کتاب باز میکنین. حالا مثل یه تبلت کوچیک شده. گرافیک گوشیتون انقدر خوبه که انگار دارین ویدیوی یه مسابقه واقعی رو میبینین. شما ماشین رو کنترل میکنین و انقدر درگیرش میشین که گوشیتون رو خم میکنین. اما صفحش خوبه و همچنان تصویر واضحی نشون میده. گوشیهایی با صفحه و باتری تاشو در سال 2018 معرفی شدن. سازنده ها سعی دارن در آینده صفحه بزرگتری بسازن و کاری کنن 100% فضای گوشی و پوشش بده. هر جا باشین میتونین با این صفحه تلویزیون قابل حملتون فیلم و ویدیو ببینین. تاکسی جلوی خونتون نگه میداره. شما از بازی خارج میشین، اما برای این کار روی صفحه دست نمیکشین، فقط دستتون رو هوا میکشین. دوربین اینو میخونه و برنامه رو میبنده. بعد تبلت رو به شکل گوشی برمیگردونین و مثل یه دستبند دور مچتون میبندین. با این دستبند به سمت خونه میرین و میگین در جلویی رو باز کن. گوشی، صدا، تصویر و رنگ چشمتون رو میخونه و شما وارد خونه میشین. دستبند گوشی تاشو تنها وسیله جذابی نیست که ممکنه تو 10 سال آینده ببینین. تولید دستبندای کشی کوچیک و هوشمند همین الان هم شروع شده. شما اونو به دستتون میبندین و دستبند یه هولوگرام از برنامه گوشیتون ایجاد میکنه. شما میتونین با انگشتتون صفحشو دستکاری کنین، فیلم ببینین، پیام ببینین، تماس بگیرین. مثل یه صفحه گوشی رو ساعدتونه. فقط 2 تا مشکل میتونه شما رو در سال 2030 از داشتن همچین دستبند گوشی هولوگرامی محروم کنه. یه باتری کوچیک تاشو میتونه یه اندازه ای شارژ نگه داره و این هولوگرام کیفیت بالا رو حمایت کنه تا دستورات شما رو بخونه. اگه تا سال 2030 رو نمایی بشه، این دستبند ممکنه فقط بتونه برنامه‌های معمولی سلامتی رو اجرا کنه، نه بیشتر. خیلی خوب، صبور باشین. دارن روش کار میکنن. شما گوشی شفافتون رو روی شارژر بیسیم میذارین. این شارژر برخلاف شارژرهای 2020 گوشیتون رو خیلی سریع‌تر شارژ میکنه. تو 10 دقیقه گوشیتون 100% شارژ میشه و این باتری راحت میتونه شارژش رو تا 2 روز نگه داره. همینطور بعضی از این ابزار هوشمند یه ساختار داخلی دارن که میتونه با انرژی خورشیدی شارژ بشه، اما اونقدر خوب نیستن، مخصوصا برای جاهایی که نور آفتاب زیاد و شدید نیست. شارژ شدن با تماس بدن خیلی محبوب میشه. یه جورایی انرژی جنبشی. پشتشو بمالین، کارتون را میافته. خیلی خوب، پیتزاتون رسید. همین که دارین پیتزای پپرونی و پنیر میخورین، رو گوشیتون یه پیام میگیرین. بدون اینکه با دست چربتون به گوشی دست بزنین، با یه حرکت دست بازش میکنین. سری ویدیوی هولوگرامی 8 بعدی بالای گوشیتون باز میشه و یه پیام نشون میده. دوستاتون توی مهمونی منتظر شما هستن که بریم پیششون. این گوشی‌ها خیلی راحت ویدیوهای کیفیت بالا رو تو چند ثانیه باز میکنن. نه به خاطر اینکه الان وایفای در همه جای دنیا در دسترسه. البته اینم خوبه، به خاطر اینکه شما یه اینترنت گوشی جدید دارین. اما اول یادآوری کنم، اینترنت نسل اول با سرعت 1.9 کیلوبایت بر ثانیه در دهه 80 ظاهر شد. در سال 1991 اینترنت نسل دوم با سرعت حدود 9 تا 14 کیلوبایت رو داشتیم. در سال 2002 اینترنت نسل سوم با سرعت انتقال 3.4 مگابایت رو داشتیم. در 2008 نسل 4 بهمون سرعت 1 گیگابایت رو داد.
و در سال 2018 نسل پنجم با سرعت 6.5 گیگابایت بر ثانیه ایجاد شد. اینترنت گوشی هر 8 تا 10 سال پیشرفت میکنه. پس انتظار داریم تا 2030 اینترنت نسل 6 داشته باشیم و سرعت انتقالش 1 ترابایت بر ثانیه باشه. این مثل دانلود کردن 520 فیلم توی 1 ثانیه است. دیدن فیلم‌ها و برنامه‌های مورد علاقتون مثل نگاه کردن به پنجره میشه. کیفیت تصویر ممکن از واقعیت هم بهتر باشه، اما گوشی شما میتونه این حجم از اطلاعات رو نگه داره؟ حتما میتونه. دو کلمه: حافظه ابری. در 10 سال آینده تقریبا یه حافظه نامحدود خواهید داشت، اما کارت حافظه ها و حافظه های داخل گوشی هم تغییر میکنن. محققین الان هم دیسکای 5 بعدی رو تولید کردن. این دیسکای کوچیک و باریک و نسوز و ضد یخی میتونن 360 ترابایت اطلاعات رو تا میلیاردها سال نگهداری کنن. این دیسکا در آینده نزدیک مثل کارت حافظه های معمولی عادی و در گوشی های هوشمند جاسازی میشن. شما یه تاکسی خودکار دیگه میگیرین تا به مهمونی دوستاتون برین و از پنجره ماشین غروب آفتاب زیبا رو تماشا میکنین و لذت میبرین. گوشیتون رو برمیدارین و 100 برابر زوم میکنین. دوربین بهتون یه تصویر کاملا شفاف نشون میده. شما قطعا دسته ای از پرنده ها رو میبینین که به سمت غروب آفتاب پرواز میکنن. درخشش نوک و رنگ پراشون هم میتونین ببینین. گوشی سری بهتون یه پیغام میده. این یه کبوتر معمولیه. شما میگین بازم به نظرم زیباست. یه عکس 5 گیگابایتی میگیرین و تو شبکه اجتماعی آپلود میکنین. البته فقط تو چند ثانیه. دارین تعداد لایکاتون رو میبینین و یهو متوجه میشین که تاکسی وایساد. هوش مصنوعی بهتون میگه موتور یک مشکل پیدا کرده و سرویس خدمات به زودی میرسه. اما شما برای این کار وقت ندارین. شما ابزار تعمیرشو دارین، درست تو کف دستتون یا دور مچتون. منظورم گوشیتونه. شما از ماشین خارج میشین، کاپوتو بالا میزنین و میبینین داخلش چه خبره. موتور، سیم، چیزهای درخشان، هیچی معلوم نیست. شما با واقعیت افسوده وارد برنامه‌تون میشین و دوربینو به سمت داخل ماشین میگیرین. برنامه علائمو میخونه و بخش خراب ماشین رو روی صفحه بهتون نشون میده. همینطور نشون میده چطور درستش کنین. خوشبختانه مشکل جدی نداره و میتونین خودتون موتور رو تعمیر کنین. در سال 2020 برنامه‌های واقعیت افزوده بهمون تو انتخاب وسایل، لباس و طراحی کمک میکنن. شما میتونین فقط با استفاده از گوشیتون کمک‌ها و پیشنهادات خوبی برای تعمیر و دکوراسیون خونتون بگیرین. در آینده این عملکرد پیشرفت خواهد کرد. میتونین از گوشیتون برای هر کاری استفاده کنین، از تعمیر کردن ماشین یا وسایل برقی آشپزخونه گرفته تا بررسی پزشکی بدن انسان. شما به داخل تاکسی برمیگردین و بالاخره به مهمونی میرسین. موسیقی، نوشیدنی، غذا و یه فواره کوچیک تو حیاط. خونه پر از آدمای خوشحاله، اما همه به گوشیشون خیره شدن. پیام میدن، عکس میگیرن، لایک میکنن، تو صفحه ها میچرخن. هیچ کدوم با هم حرف نمیزنن. به این فکر میکنین که تو سال 2020 که نه صفحه های شفاف بود و نه سرعت اینترنت نامحدود، چقدر همه چی خوب بود. وقتی باتری ها بعد چند ساعت خالی میشد و مردم به این وسایل کمتر وابسته بودن. بعد چند ثانیه تجدید خاطره، شما هم گوشیتون رو برمیدارین و به دوستاتون پیام میدین. اما نمیتونین به این فکر نکنین که این وسایل چقدر پیشرفت میکنن. خب این مهمونی تو سال 2050 چه شکلی میشه؟ احتمالاً انسان‌ها کاملاً از گوشی‌ها فاصله می‌گیرن. تمام کارهای گوشی‌های هوشمند با لنزای خیلی کوچیک انجام میشن و با قدرت ذهنتون کنترل میشن. دنیای واقعی و مجازی کاملاً با هم ترکیب میشن و هوش مصنوعی میتونه جای یه آدم واقعی باهاتون ارتباط برقرار کنه و به احتمال زیاد بهترین دوستتون بشه. و منم بیکار میشم، چون هوش مصنوعی جای منم میگیره. با مغز باز همراه باشید.